سلام به روی ماهت، به موهای قشنگت، به صورت قشنگت. لحظه اول که دیدمت قلبم رفت برای اینکه من تو رو مرسده عزیز به خاطر فعالیت ها توی شبکه‌های اجتماعی میشناسم، به خاطر شجاعتت که چشماتو از دست دادی توی اعتراضات زن زندگی آزادی، ولی امیدت رو نه. حالت چطوره و چشمات چطوره عزیزم؟ سلام مسیح عزیزم، خیلی خوشحالم، خیلی ممنون که من دعوت کردید به برنامه‌تون و دیگه والا من حالا از چشم بخوام بگم الان شرایطش فعلا یه چند ماه یه چک نشده چون نتونستم فعلا دکتر برم و بعد اینکه حالا همون حالت همیشگی رو داره، درد و خودش و سوزش اذیتش و خودش رو داره و حالا تار میبینم دیگه، یعنی مثلا خیلی تار، در حد مثلا 5% دید داره چشمم و اینکه باش دارم کنار میام تا حالا بتونم بعد دکتر چک بکنه چشم و دیگه خیالم راحت بشه. مرتضی جان ببخشید که این سوال رو میپرسم، شاید برات آسون نباشه، ولی اون روزی که تو خیابون بودی تو اعتراضات شرکت کردی، آیا خودت از نزدیک دیدی چه کسی به چشمات شلیک کرد؟ دوست داری اساساً کسایی که الان نگات میکنن رو ببری به اون روز و اون لحظه‌ای که در واقع به چشمات شلیک شد؟ درسته، اون روز دقیقاً 23 مهر بود، همون شبش هم زندان اوین آتش زدن و ما هم خب البته خب فراخوان داده بودن، ولی ما اصلا کلن به فراخوان ها که توجه نمی کردیم، ما هر روز بیرون بودیم و من حالا قرار بود اون روز برم سمت میدون انقلاب، ولی خب با دوستام که صحبت کردیم قرار شد تو محل زندگی خودم تو همون ستارخان باشم، خب چون ستارخان خیلی منطقه بود که شلوغ شده بودش. بعد همون تایمی که ما حالا رفتیم سمت میدون توحید و تا برگشتیم ساعت مثلا حدوداً 7 شده بود و خب لباس شخصی ها تعدادشون خیلی زیاده همیشه، یعنی زیاد بود، گاردیا، مامورای نیروی انتظامی همشون بودن. ما که حالا به اون جایگاهمون که همیشه میرفتیم رسیده بودیم، منتظر بودیم که کم کم چون وای میستادیم و خب مردم کم کم می اومدن، نمیتونستن اوائل یعنی تعدادمون زیاد باشه چون اگه یه تعدادمون زیاد میشد سریع حمله میکردن به همون، ولی خب دستای دو الا ستایی میشدن مردم، راه میرفتن و به همدیگه میپیوستن و ما هم تو همون جایی که بودیم منتظر بودیم که کم کم شلوغ بشه و خب تازه داشت شلوغ میشد و ما حالا شعار میدادیم یه تا حدودی و یه ذره مثلا شلوغ بازی میکردیم که ببینیم جو به چه صورت هستش و کمتر از میتونم بگم مثلا چند دقیقه لباس شخصی ها اومدن. ما همیشه اون لباس شخصی ها رو خب زیر پل ستارخان میدیدیم، تعدادشون هم زیاد بودش و اینا حدود 10 تا موتوری بودن که دو نفره یعنی دو ترکه نشسته بودن، صورتشون ماسک داشتش، موتورشون هم ماسک داشتش و اومدن سمت ما. اومدن که سمت ما، یعنی من نشسته بودم تو ایستگاه اتوبوس، دیدم که به ما میگن پاشید بلندشید، با همین توی دست یکیشون هم قشنگ من دیدم کلت بودش و با اون گفت بلند شو و من همین که اومدم بلند شدم و بقیه خانومام که اومدیم بلند شیم، اینا شروع کردن به تیراندازی و اصلا همینجور می زدن. خب به پاهای منم خورد، هم پای راستم هم پای چپم تیر پینتبال خوردش و ما یه جورایی متفرق شدیم و من دورتر رفتم و من که برگشتم بهشون اعتراض کنم که به سمت ما تیر نزنید، برای چی دارید تیر می زنید و اینا، ناخودآگاه دیدم برگشتن سمت من و چون به دوستامون داشتن تیر می زدن، برگشتن سمت من و در عرض چند ثانیه من یه چیزی خورد توی صورتم اولش و افتادم، خودم رو یعنی یه جوری انداختم روی زمین چون میدونستم بازم امکان داره که اینا تیر بزنن به سمتم، شلیک کنن یعنی، و وقتی که احساس کردم صورتم داغ شده و این دستم رو گذاشتم روی چشم راستم چون چشم راستم آسیب خوردش و بلند شدم، دیدم از بین انگشتام داره همینجور خون میاده
و خب اطرافیانم که دورم بودن اصلا باورشون نمیشد همچین اتفاقی برای من افتاد. حتی خودم هم اصلا خیلی شوکه شده بودم و میگم همیشه جو یه جوری بودش که در حال شلوغ شدن بود و ناخودآگاه وقتی این اتفاق رخ داد جمعیت خیلی زیادی اومدن سمت من که کمک کنن و من تو اون تایم همش میگفتم که تو رو خدا آمبولانس خبر کنید و آمبولانس بیادش. و این یه خانومی فقط برگشت بهم گفتش که آمبولانس نه آمبولانس بیاد میبرنت. یعنی حتی نگران این بودن مردم که ممکنه بیمارستان هم بلایی سر شما بیارن، چون ما تصاویری که از شما میدیدیم همین بود، چشمای خونین و وحشت. بله، چون اصلا قبلش هم من یعنی تو اینستاگرام خونده بودم که آمبولانس خیلی مراقب باشید، آمبولانس نیاد، آمبولانس میبره شما رو، یعنی اصلا اطمینانی نیستش. برای همین من یهو یادم افتاد که آره این خانم الان داره راست میگه به من، اگه آمبولانس بشه شاید من اصلا ببرن، اینو مشخص نمیکنه. و خب تو همون حالت که بودم و اصلا شوکه شده بودم، هر کی یه چیزی میگفت نمیدونستیم باید چیکار کنیم، یا آقای اومد سمتم و خب منو گرفته بودن میگفتن که باید مراقب این باشیم که نکنه الان شاید ماشین لباس شخصی ها بیادش و تو رو سوار ماشین کنن و ببرن. اصلا سوار هر ماشینی نشد و خب یه ماشینی ناخودآگاه چون منو تو اون حالت دیده و اصلا شوکه شده بود داشت نگاه میکرد، متوجه شدیم خب رهگذر هستش و منو سوار ماشین کردن و به یه درمونگاه فرستادن اولش نزدیک خونمون. تو اون درمونگاه که ما اول رفتیم گفتن که ما پذیرش نمی کنیم، اینو ببرید از اینجا. و فقط مثلا اون لحظه دکتر کشیک اومدش دست منو گرفت و برد یه حالا با صورت سرپایی فقط این خون رو از رو صورتم پاک میکرد و من همش میگفتم که چون تا اون لحظه مثلا میترسیدم دستم رو بردارم و فقط یه لحظه توی ماشین که دستم رو برداشته بودم و تو آینه خودم رو دیدم خیلی ترسیده بودم، اصلا باورم نمیشد، فکر میکردم چشم کف دستمه. یعنی مرسد جان، این صحنه‌ای که تو میگی برخی دیگر از دختران و پسران جوانی که به چشمانشون شلیک شد همینو میگن، وحشت این که اون لحظه فکر کردن چشماشون از دست دادن. الان چه حسی داری به اون روزا برمیگردی؟ آیا پشیمونی؟ چون اول مصاحبه گفتی ما هر روز میرفتیم حتی منتظر فراخوان نبودیم، با این رنجی که تحمل کردی چطور؟ به هر حال آسون نیست، ما فقط داریم میشنویم ولی شما زندگی کردید این درد رو. پشیمونی به اون روزا که نگاه میکنی؟ فکر میکنی که ممکنه اگه برگردی به اون روزا دیگه نری تو خیابون برای اعتراض علیه حکومت؟ من اصلا پشیمون نیستم و اگه باز به گذشته برگردم دوباره همون کار تکرار میکنم و بیرون میرم، چون هدفم مشخص بودش. تو به عنوان یک زن که تو کف خیابون بودی چه حسی به دست میداد وقتی برای اولین بار میدیدی زن و مرد با هم اون پارچه رو آتیش میزدن ولی اعتراضشون به کل حکومت بود؟ حست میخوام ببینم اون روز چی بود، توقعات چی بود و چه خواسته ای داشتین؟ ببینید من وقتی که میرفتم یعنی تمام مردم وقتی که صحبت میکردیم با هم دیگه تو خیابون یعنی فقط میگفتن اینا برن، ما مشکلمون فقط حجاب این چیزا نبود. انقدر مشکلات داشت ایران و داره هنوز، واقعا یه انرژی خیلی خوبی هم مردم از همدیگه میگرفتن که داشتن توی مسیر با یه خط فکری مشخص با همدیگه میرفتن و میگم هدفشون مشخص بودش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو نمیخواستن اینا به هیچ عنوان و میخواستن هر جوری شده این روند رو ادامه بدن و به نتیجه برسن. تو فکر میکنی الان با توجه به اینکه خب غربی ها رهبران کشورهای غربی یکی یکی دارن بر میگردن با جمهوری اسلامی، میخوان دوباره مذاکره کنن، میخوان دوباره حرف بزنن، آیا فکر میکنی این چون از جنس اون مردمی هستی که کف خیابون بودی، میخوام ببینم آیا این ممکن هست مردم رو ناامید بکنه و اگر مردم رو ناامید بکنه حرف تو خطاب به مردم چیه، خطاب به رهبرهای کشورهای غربی چیه؟ ببینید من وقتی که میبینم خب کشورهای غربی میخوان با جمهوری اسلامی مذاکره کنم واقعا به نتیجه میرسم که من نمیدونم جمهوری اسلامی چقدر تا چه زمانی میتونه باج بده به کشورهای دیگه تا بتونه این مذاکره ها این روابط رو بتونه حفظ بکنه. و من یا حالا مردم نباید ناامید بشیم،
چون ما با اتحاد همدیگه، با اون شجاعتی که از همدیگه میگیریم و هدفمون وقتی مشخص هستش تو خیابون میریم، میتونیم به نتیجه برسیم. حتی اگه کل دنیا بخواد با جمهوری اسلامی دستش توی کاسه باشه، ولی مردم وقتی بخوان اون اتحاد رو داشته باشن، قطعا به نتیجه میرسه و به هدفشون میرسن. ببین تو همین شرایط یک نمایشگاه فشن مدل لباس توی سازمان ملل برگزار شده. من که خودم میبینم واقعا عصبانی میشم، چون میدونم با همین لباسی که تو الان نشستی، با همین لباسی که من نشستم، اما نمیتونیم تو خیابون راه بریم و ناراحت میشم وقتی میبینم که زنان غربی خودشون آزادی دارن ولی همچین نمایشگاه دروغین رو به جمهوری اسلامی اجازه میدن برگزار بکنه. میخوام خودتو فکر کنی که الان صدای تو رو، پیام تو رو خانم تاتینا ولویا که رئیس یو ان هست همین الان داره میشنوه تو سازمان ملل، دوست داری بهش چی بگی که نمایشگاه لباس برگزار کرد؟ من فقط میتونم بهش بگم که اگه میتونه بیاد 24 ساعت توی ایران زندگی کنه، ببینه میتونه شرایطی که برای خانوم ها ایجاد کردن تحمل بکنه، این خفقانه، حالا از لحاظ پوشش هست و هزاران مشکلی که زنان ایرانی دارن از حق و حقوقشون هستش که همیشه پایمال شده حق و حقوقشون. میخوام ببینم اصلا حالا 24 ساعت یک هفته میتونه بیاد توی ایران زندگی بکنه که همچین کاری کرده و همچین نمایشگاهی برگزار کرده. این جور نمایشگاه ها ظالم رو قوی تر میکنه. برای همین میخوام اگر تو یک پیامی داری نسبت به کسایی که مثل خودت مبارزه کردن، چشمشون رو از دست دادن، به اونا چی دوست داری بگی که کم نیارن؟ ما برای این جنبش، این انقلابمون، خب هزینه دادیم، بابت اون هزینه ای هم که دادیم اصلا پشیمون نیستیم و من واقعا از تمام مردم میخوام به هیچ عنوان کوتاه نیان از اون هدفی که دارن و با همدیگه اتحادشون رو حفظ کنن و به اون چیزی که میخوام برسن. همش دارم میگم منی که الان اینجا آسیب دیدم و خب یه آسیب خیلی بزرگی هم برام به وجود اومده و خب زندگیم یه جورایی خیلی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتش، باز من کوتاه نیومدم، نرفتم کنج خونم بشینم بگم من تا آخر عمر باید مثلا این شرایط تحمل کنم. نه، من هیچ وقت این شرایط تحمل نمی کنم، مسیرم رو ادامه میدم، مبارزم رو ادامه میدم، ورزشم و اون کاری که دوست دارم، اون هدفی که دارم و قطعا بهش میرسم. به همون نسبت هم مردم باید همچین ایده و عقیدهی به نظر من داشته باشن و به اون چیزی که میخوان برسن، وگرنه اگه بخوان بکشن عقب، این ظالمه همیشه ظلمشو میکنه و بیشتر ظلم میکنه و با قول گفتنی بقیهانه تر این عمل براش انجام میشه، راحت تر میتونه مردم رو سرکوب کنه. بعد خلاصه با یه جا جلوی این سرکوب باید وایستیم همه با هم. فکر میکنی که الان اگر از تو بپرسن یه رویا داری، یه آرزوت برآورده میشه، اون یه رویا چی هست؟ فقط این که واقعا ایرانمون از دست این ظالما راحت بشه، آزاد بشه و تمام ایرانیایی که مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن برگردن به کشورشون و برای کشورشون مفید باشن. مرسده جان، یعنی حتی برای یه رویا، یه آرزو حاضر نیستی بر خودت آرزو کنی که یه چشمت بشه همون چشمی که قبلا داشتی؟ یعنی برای یه آرزویی که بهت فرصت میدن برای مردم ایران آرزو میکنی؟ اصلا من همچین آرزویی نمی کنم. این برای من یه نشان افتخاره و بهش افتخار میکنم که تو این مسیر چشمم رو از دست دادم. فقط آرزوم آزادی ایرانه، همین. شک ندارم که دخترت هم بهت افتخار میکنه، خصوصا اگر در ایران آینده بتونه با صدای بلند رها و آزاد آواز آزادی بخونه. به عنوان کسی که هزینه دادی مرسده توی این انقلابی که به اسم انقلاب زن زندگی آزادی معروف شد و نسل جوون الان پیامتو شنیده، خیلی مادرها شنیدن، با همه حرف زدی، به خطاب به غربی ها خطاب، ولی میخوام ببینم آیا حرف و سخنی داری خطاب به کسانی که میتونن برای ایران یک کاری بکنن؟ ببینید، من اول از همه واقعا از مردمم میخوام که با هم دیگه باشن، به فکر تفرقه نباشن که بگن حالا فلان شخص ایدهش اینه، چه میدونم فلان حزب این نظر رو داره یا این عقیده رو داره. این تفرقه باعث میشه که جمهوری اسلامی از این تفرقه سوء استفاده کنه، براش به نفعش باشه.
و مردم باید اون هدف اصلیشون رو مد نظرشون قرار بدن، رفتن جمهوری اسلامی، از بین رفتن اون، این مهمترین چیز هستش و نباید چند دستگی به وجود بیاد. به نظر من، من همینه فقط هم مردم میخوام، همون اتحادی که کف خیابون شاهدش بودیم و هیچ کسی از بغل دستیش نمیپرسید که چپ راست، مشروط خواه، سلطنت طلب، جمهوری خواه، فقط میگفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوام. امیدوارم در ایران آزاد ببینمت، بغلت کنم، هم خودتو هم دخترتو. زن زندگی آزادی. مرسی، ممنون از دعوتتون. من همیشه یه جمله‌ای دارم میگم، با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گرفت. زن زندگی آزادی.